سلام به کانال سان اکسپلنس خوش اومدین تو این ویدیو میخوایم درباره قسمت ریزالت اند یا همون بحث و نتیجه گیری صحبت بکنیم اگه نگاهی به لیست ویدیوهایی که تا الان درست کردیم بکنید این ویدیو میشه ویدیو شماره ده توی این اسلاید دارم قسمت های مختلف مقاله رو دوباره بهتون نشون میدم و ریزالت اند دیسکشن اون قسمتی که ما میخوایم راجبش حرف بزنیم و Uh, یه جایی میان مثال میخوام براتون بزنم دوباره برمیگردم به همون مثال سیب دو معروف خودمون که میخوایم از طریق تغییر ژنتیکی اونو یه مقاله بکنیم uh, ببینید قسمت ریزالت اند یه قسمت خیلی خیلی مهمه به نظر من تصمیمی که ادیتور و داورها میگیرن بر اساس اینکه مقاله رو اکسپت بکنن یا ریجکت بکنن در واقع اون چیزیه که شما توی ریزالت اند نوشتین پس خیلی مهمه که توجه خیلی خیلی زیادی بکنید به این قسمت که خوب نوشته شده باشه اگه بخوام یه تعریف مشخصی از results اند بهتون بگم اونم اینه که شما در واقع توی ریزالت اند دیسکاشن میایید و داستان ریسرچتون رو می نویسید خلاصه ای از داده هایی که مرتبطه مشاهداتی که داشتین چیزهایی که پیدا کردین و میایید اینا رو توضیح میدید و میگید که این دادایی که من پیدا کردم چه ارتباطی داره با اهداف اون پروژه که من داشتم و چطوری میتونه توی این فیلدی که شما دارید کار میکنید بهش ارتباط داره چطور میتونه باعث بشه که توی فیلتون یه پیشرفتی صورت بگیره این میشه تعریف ریزالت سندیسکاشن اگه بریم مثال خودمون رو نگاه بکنیم که توی ویدیو قبلی هم اینو دیدین ما گفتیم که توی قسمت ریزات اند برای این مثال سیب دو معروف خودمون اومدیم و مین پوینت ها نکات کلیدی هر کدوم از اون قسمت هایی رو که میخوایم گزارش بکنیم رو نوشتیم برای هر کدوم از این قسمت ها مثلا نوشتم هرس بنفیتس تا اون کامرشالیزیشن تک تک اینها شما باید این مواردی که میگم رو رعایت بکنید حالا این قسمت ها رو با هم دیگه میریم جلو ببینیم باید چی کار بکنیم قبل از اینکه این دو تا قسمت رو بگم اینم بگم که بعضی از مقالات ممکن ریزالتس و دیسکاشن جدای از هم باشن بعضی از مقالات ریزالتس و دیسکاشن با همه یعنی شما میتونید نتایج رو گزارش بکنید یه سری بحث هم همونجا بکنید اینو مد نظرتون باشه بریم سراغ ریزالت ببینید وقتی من دارم دارم ریزالت ها رو میگم شما به همین مثال سیب دورنگ فکر بکنید و ببینید چه چیزهایی رو میشه گفت اولین سوالی که از خودمون برای قسمت ریزالت میپرسیم اینه که اصلا ما چه چیزی پیدا کردیم خب این اصلی ترین سواله که برای این مثال ما اولین چیز مهمی که پیدا کردیم این بود که ویتامین دی توی این سیب پیدا شد که این میشه یه چیز خیلی مهمی که پیدا کردیم میزان بقیه ویتامین ها دو برابر شد این هم پیدا کردیم و بقیه مواردی که واسه هر کدومش یه بولت پوینت ما نوشتیم تو ویدیو قبلی هم اینو بهتون گفتم پس این میشه چیزهایی که ما پیدا کردیم کارهایی که باید بکنیم اینه که بیایم نتایج رو توضیح بدیم این اولین کاریه که انجام باید بدیم دومین کار اینه که دیتاهایی که جمع کردیم آیا موردی باشون بوده ایرادی داشتیم یا نه اگه ایراد داشته اونو باید توضیح بدیم یا مثلا همون لیمیتیشنی که کارمون داشته یا اگه چیز ترند خیلی جالبی ما پیدا کردیم مثلا شما میزان ویتامین دی با مثلا چه میدونم موقعی که داشتین قلزت نمک رو تغییر میدادین دقیقا باهاش یکی بوده و هرچی قلزت بیشتر بوده ویتامین دی هم قلزتش بیشتر شده مثلا این مثال علکی از خودم زدم ولی میخواستم بگم که منظور اینه شما دنبال ترند های خاص باید بگردین که آیا میشه چیزی رو به یه چیز دیگه ربط داد یا نه و باید شکل ها و جدول ها توی این قسمت ریزالت بیارید که حالا توی همین ویدیو راجع به این کلی حرف میزنیم توی قسمت دیسکاشن باید بیاین بگین که معنی این نتایجی که گرفتید چیه اونو بحث بکنید یعنی میایم در واقع مرور میکنیم چیزایی که پیدا کردیم رو نتایجمون رو و اونا رو مقایسه میکنیم با نتایج بقیه کسایی که توی این کار اومدن مشابه ما کار کردن مثلا تو همین مثال سیب ممکنه یکی یه مقاله چاپ کرده که این سیب رو روی یک شاخه سیب قرمز و سیب سبز گرفته ما الان اومدیم روی توی یه دونه سیب این کارو کردیم نتیجه کار ما رو ما باید بریم با اون مقایسه بکنیم اونا چه ویتامین هایی گرفتن آیا اونا سیب هاشون در مقابل سرما مثلا مقاوم تر بودن یا نه میزان اینکه مثلا اون آیا میشه اینو تجاری کرد به چه صورته تمام اون تک تک مواردی که گفتیم رو باید بیایم با کارهای بقیه مقایسه بکنیم و باید بیایم دلایل این رو هم توضیح بدیم دلیل اینکه مثلا ویتامین دی توی این بیشتر شده چی بوده دیتا ها رو نشون بدیم و بحث کنیم که چطور افزایش و کاهش فلان پارامتر تاثیر گذاشته روی این و این چرا مهمه چطور میتونه ریسچ رو پیش ببره و یه نکته خیلی مهمم که اینجا هست اینه که شما نباید بیاین توی قسمت دیسکاشن بحث هایی رو بکنید که دیتا یا همون داده ای ندارید که بتونون رو ساپورت بکنه ما اینجا توی علم نمیتونیم یک حرفی رو یک ادعایی رو بدون داشتن داده ای که اونو بتونه ساپورت کنه بزنیم یه مورد مهمی که توی این مثال سیب دو خودمون بهتون گفتم اینه که شما باید کاتگورایز کنید ریزالت اند دیسکشنتون رو این باعث میشه که شما وقتی یک صحبتی رو دارید انجام میدین اونو نیاین دوباره تکرار بکنید یه جای دیگه این چپتر بندی کردن و ریزالت دیسکشن شما میاید اول در مورد هلس بنفیت حرف میزنید در مورد تست حرف میزنید در مورد پست حرف میزنید اینا باعث میشه که نیاین داده هاتون رو با هم قاطی بکنید یه سیر مشخصی نداشته باشه این کار رو حتما انجام بدید من اینو حتی توی مقالاتی که قبلا چاپ میکردم نشونتون دادم اینو قبلا که اومدم مثلا توی قسمت ریزالت اند شش مورد رو اونجا نوشتم حتی بعضی از اون موردها خودشون یه سری موارد دوباره زیرش داره مثلا مورد دوم خودش هفت مورد دوباره تقسیم بندی شده پس اینو انجام میدیم که دیتا رو یادمون باشه کجا دقیقا راجع به چی حرف بزنیم اینا رو با هم مخلوط نکنیم بریزیم اونجا و متوجه نشیم داریم خودمون رو هی تکرار میکنیم مورد بعدی اینه که شما باید فقط اون دیتا های اصلیتون و اونایی که میخواین گزارش بکنید و داده های جالب هستن رو توی قسمت ریزالت اند دیسکاشن بیارید اگه میبینید یه شکلی یه جدولی مثلا این جدول خیلی طولانیه یا مثلا یه شکلیه که دوست دارین بهش ارجاع بدین ولی حالا مهمم نیست که توی مقاله اصلی نشون داده بشه اونا رو میتونید ببرید توی قسمت supplementary information یا همون قسمت پیوست که حالا اونو توی ویدیو خودش مفصل توضیح میدم اونا رو ببرید اونجا و میتونید در متن مقاله به اون ارجا بدین فکر نکنید که اگه بردین اونجا دیگه نمیشه بهش ارجاع داد خیر مثلا شما اگه یه عکسی دارید که میخوایم بهش ارجاع بدین و توی پیوست گذاشتینش مثلا مینویسید نویسید figure s لغت اس و وان یا حالا تو تری بسید شکل شماره چند باشه یا تیبل اس وان تیبل اس تو پس این بهتون کمک میکنه که شما مثل یه مغازه که بهترین چیزها رو میاد توی ویترینش میچینه شما بهترین چیزهایی که قرار در موردش حرف بزنید رو میارید توی خود مقاله هستی بقیه چیزا میرن توی ساپلیمنتری انفورمیشن اینجا میخوام یه توضیح خلاصه ای بدم در مورد شکل اسکیم گرافیک و جدول که اینا چی هستن مطمئنا میدونید ولی حالا داریم ما هم دیگه اینا رو مرور میکنیم که بدونیم چی به چیه به این گرافیک در واقع چیه گرافیک شما در واقع میاد نکات کلیدی ریسرچتون رو اونجا اونجا نشون میدید حالا این بیشتر برای ابسترکت یا همون چکیده استفاده میشه که برای همینه که به گرافیکال ابسترکت بهش میگن و یه خلاصه ای در واقع از نکات مفیده یه نکته هایی که میخوایم بهش اشاره بکنید و میان از این استفاده میکنن خیلی جا ممکنه وارد دیتیل نشن یه چیز کلی مثلا توی شکل شکل واقعی رو نشون ندن یه چیز کلی از اون نشون بدن این در واقع میشه گرافیکس حالا بریم سراغ اسکیم اسکیم در واقع برای نشون دادن واکنش های شیمیایی ساختارهای شیمیایی فلو چارت فرایندا و پراسس ها و تبدیل یه چیزی به چیز دیگه میان از اسکیم استفاده میکنن تیبل چیه؟ تیبل هم خب همه میدونید در واقع برای مرتب کردن اطلاعات و دادهایی که گرفتین توی ستونا و ردیف های مشخص میان از تیبل یا همون چارت استفاده میکنن فیگر چیه؟ فیگرم که خودتون میدونید نمایش مستقیم داده هامون اون داده های واقعی که داریم که حالا ممکنه یه طرح باشه ممکنه یه نقشه باشه ممکنه یه تیف باشه یه ساختار کریستالی یا ساختار شیمیایی باشه یا هر چیز دیگه خیلی چیزای مفصل تری میتونه باشه میخواستم یه توضیح کلی بگم که وقتی دارم میگم اسکیم منظورم از اسکیم چیه موقعی که میگم گرافیک منظورم چیه موقعی که میگم مثلا فیگر منظورم چیه توی این اسلایدها با یه سری مثال بهتون اینا رو نشون دادم که یه مقدار بیشتر جا بیفته اینا خب حالا میریم سراغ یه سری اسلایدا که میخوام در ادامه ویدیو ویدیو راجبشون صحبت بکنم ولی قبل از اینکه اونو بگم یه سوال خیلی خیلی اصلی میخوام اینجا بگم جزئیاتی که من دارم از این لحظه به بعد میگم به این معنی نیست که اگر شما اونا رو را رعایت نکنید مقاله ریجکت میشه اصلا به این معنی نیست خیلی نکات ممکنه ریز باشه ولی اگر شما اینا رو را رعایت بکنید باعث میشه که کیفیت کارتون بهتر باشه و موقعی که داورها و اون ادیتور داره مقاله شما رو میبینه فکر کنه که این به صورت حرفه‌ای نمشته شده و براش یه مدار... یه جوری نیست که فکر کنن شما مثلا تازه دارید این کارو میکنید و خیلی غیر حرفه‌ایه موقعی که داشتم این رو درست میکردم یاد یه مثالی افتادم که پدرم همیشه تعریف میکرد برام میگفت که یه جایی میخواستن یه نفری رو استخدام بکنن که کار مالکشی انجام بده این ماله سیمان و تعداد خیلی زیادی اومدن که میخواستن استخدام بشن و اون کارفرمایی که اونجا بود یه دونه ماله رو گذاشت روی میز و یکی اینا رو می تو اتاق میگفت اون ماله رو بردار از روی میز بذار فلانجا و اینا رو ماله رو برمی داشت میذاشت میزش اون بر. و میگفت مثلا شما ردی یا یکی دیگه می اومد مثلا برمی داشت می گفت شما قبولی و میگفت بر اساس همون حالا یه چند نفری رو انتخاب کردن و موقعی که از اون کارفرمای پرسیدن که شما خب چطوری این کار رو کردی میگه از طرز این که چطوری طرف ماله رو میگیره دستش و میذاره اونور من میفهمم که اصلا این طرف این کار است یا این کاره نیست حالا شکل ها جدول ها اسکیم ها اینا نشون میده که شما واقعا این کاره هستی یا نیستید موقع که طرف داره میبینه یه سری ایرادایی ممکنه توش ببینه و اون باعث میشه که فکر کنه شو. کسی که اینا رو این ریسرچ رو انجام بده اینا رو تهیه کرده احتمالا اولین بارشه خیلی حرفه ای انجام نداده این کار رو پس این نکات رو میخواستم بگم بهتون پس اینا هیچ دلیل نمیشه که شما اگه اینا رعایت بکنید حتما مقالتون اکسپت میشه اگه رعایت نکنید حتما ریجکت میشه اصلا به این معنی نیست فقط میخواستم کیفیت کارتون یه مدار بهتر بشه اولین مورد این که شکلهایی که میخواین توی مقالتون نشون بدین رو به صورت یک و شیشته هم طول در یک عرض باشه این نسبت یک و شیشتمان به یک رو در واقع اومدن گفتن مستطیل تلایی یعنی خیلی از نظر زیبایی توی چشم بهتر به نظر میرسه وقتی که شما یه همچین اسکلی رو رعایت بکنید برای اینکه رایت رعایت بکنید هم خب میتونید از از فتوشاپ استفاده کنید اگه کار با فتوشاپ بلدین و از خود همین پاورپوینت هم میشه استفاده کرد الان من مثلا یه دونه فایل جدید اینجا باز می اینا رو دلیت کنم. و فرض کنیم حالا یه شکلی میاریم اینجا حالا مثلا من شکل الان اینجا ندارم از خود پاورپوینت استفاده میکنم حالا برای نشون دادن شکل مثلا اینو میاریم خب اگه من بخوام اینو به صورت همین یک و شیش دهم در یک نشون بدم میام یه دونه از قسمت insert میام اینجا یه دونه مستطیل حالا میزنم بعد این رو شما میتونید راحت از این گوشه بالا سمت راست عوض کنید که طول ارزش چه صورت باشه خب یک در یک و شیش دهم ده اینتر می کنم و حالا اگه بخوام این نسبت رو رعایت کنم میام دکمه شیفت رو نگه میدارم از روی کیبورد و از این گوشه اینو میکشم هیچ وقت نیاید از این بغل اینو بگیرید بکشید یا از این و حتی برای شکلا حالا اینو بتون توی اسلاید بعدی میگم حتما از این چهار گوشه بگیرین پس من این شیفت رو نگه میدارم و اینو دقیقاً به اندازه این در میارم حالا اگه میخوایم اینو ببینیم که دقیقا توش به چه صورته میتونید راست کلیک بکنید برید توی قسمت فرمت شیپ و توی قسمت فیل ترانسپرنسی رو یه مندار میتونید کم بکنید الان میتونید ببینید که اون شکلی که زیرشه به چه صورته پس من میانم حالا یه مندار بزرگترش میکنم پس این دقیقا الان ابعادیه که برای اون شکلی که حالا قرار تو مقاله بیاد در نظر گرفتم حالا اگه, ق... اگه, ممکن هست میتونم این بالاش رو کات بکنم مثلا دبل کلیک میکنم اینجا حالت کراپ میکنم که دقیقا به همون صورت در بیاد حالا این دار کم تا بیشتر ایراد نداره خیلی نمیخواد اونقدر گیر باشه این دقیقا همون باشه این چیز تقریبیه که تقریبا به اون حالت یک و شیش به یک در بیاد حالا اینو میبرم توی مقالم اونجا نشون میدم پس میخواستم اینجا اینو بهتون بگم که این نسبت رو رعایت بکنید بریم سراغ اسلاید بعدی در مورد همین نگه داشتن نسبت طول به عرضه ببینید توی مقالاتتون سعی کنید عکس ها رو نیاین از بغل ها بکشین بزرگ کنید یا از بالا پایین این کارو بکنید حتما حتما از چهار گوشه دکمه شیفت رو نگه دارید و اینو کوچیک بزرگ کنید اگه این کار نکنید نوشته یه کشیده میشه یا میمیده جمع میشه تو هم و خیلی حالت زشتی به خودش میگیره ایش این کار نکنید مورد بعدی اینی که اگر امکان داره شما از شکل استفاده کنید برای نشون دادن دیتا و نه از جدول چون جدول الان نگاه کنید این مثال سیب معروف خودمون که راجبش کلی حرف زدیم بالا سمت چپ دارید میبینید که میزان قلزت نمک رو نوشته پنج تا آزمایش انجام دادن نتایج رو نوشته برای ویتامین دی درسته؟ من اگه اون رو نگاه بکنم این دیتا های خاصی من نمیتونم از تو این پیدا بکنم ترند خاصی نمیتونم ببینم اما اگه من اینو به صورت یه شکل نشون بدم میتونم ببینم که مثلا ویتام... مثلا توی آزمایش شماره دو ویتامین دی ترندش اینجوری بوده که داره بیشتر و بیشتر میشده خب پس شما ترند ها رو خیلی بهتر میبینید برای اون کسی هم که داره مقاله شما رو میخونه راحت تر میتونه کار بکنه ولی اگه مجبور هستین جدول رو بیارید بیارید هیچ ایرادی نداره توی مثال های آینده چند تا اسلاید بعد بهتون نشون میدم که اگه مجبور هستین جدول بیارین اون جدول رو چجوری گزارش بکنید مورد بعد اینی که کپشن جدول ها و اکساتون جوری باشه که کسی که وقتی این عکس رو میبینه نیازی نباشه بره متن مقالتون رو بخونه توضیح اینا رو که بخونه متوجه بشه که این شکل یا این جدول راجع به چیه اونا رو دقیق و تمیز بنویسید مورد بعدی اینه که شکلاتون خیلی شلوغ نباشه الان شکلی که شما سمت چپ دارید میبینید واقعا خیلی شلوغ اصلا معلوم نیست چی به چیه ولی ساده شده اون رو شما سمت راست دارید میبینید که بسیار مثلا راحت و تمیز قشنگ نشون داده شده اینم بگم که من این مثال رو از سایت biorender.com گرفتم که اونجا در واقع شما یه سری ابزارها در اختیارتون قرار میدن که میتونید یه همچین شکلهایی رو بکشید البته اونم یه قسمتش اگه برای آموزش و اینا باشه رایگانه اگه بخواید اون شکل رو بیارین تو مقالتون استفاده کنید پولیه که اینو باید مواظب باشین یه مورد دیگه این که از نرم افزار کم هم میتونید استفاده کنید که اونم کلی تمپلت داره که میتونید استفاده کنید برای کشیدن شکلاتون و اگر هم میخواین یه نرم افزار خیلی حرفه استفاده کنید که مدام کار باشم سخته میتونید ادوبی ایلاستریتور استفاده بکنید ولی خب از بعضی هم از مجموعه اینا استفاده میکنن یه سری چیزا رو از این میگیرن یه سری چیزا از اون میگیرن و آخرش هم حتی بعضیا رو من دیدم از خود همین پاورپوینت هم استفاده میکنن برای کشیدن این شکلات پس میخواستم اینو بگم بهتون که شکلاتون سعی کنید ساده باشه مورد بعدی این که توی شکلاتون سعی کنید از اسکل های مثل هم استفاده کنید الان بالا سمت چپ رو اگه نگاه بکنید من زوم میکنم این دوتا شکل این اسکلش 120 این اسکلش 80 اگر من بیام اینا رو بخوام با هم دیگه مقایسه بکنم مثلا همین چند تای که اول هستن اینا نشون داده میشه که از این نمیدار بیشتره چون بالاتر هستن ولی این به خاطر اینه که این اسکلش 80 ه اگه بیام هر دو رو, رو روی اسکل 120 نشون بدم میبینم که تقریبا این با این یکیه پس سعی کنید اسکل هایی که استفاده میکنید توی شکلاتون با هم دیگه یکی باشه این باعث میشه که مقایسه دقیق تری بتونید بکنید مورد بعدی اینه که از چارتی استفاده کنید برای نشون دادن دیتاتون که اون مفهوم اون حرفی که شما میخواید رو خوب منتقل بکنه اگه قرار ترند نشون بدید خب باید بار چارت باشه خیلی این مهمه مثلا اگه قرار بود همین چارتی که شما سمت راست دارید میبینید رو به صورت بار چارت من اگه بخوام به صورت پای چارت نشون بدم هیچ دیتای مفیدی رو شما نشون نمیدین پس این هم این نکته که مد نظرتون باشه مورد بعدی این که توی متن مقالتون قبل از اینکه عکس و جدول ها و اینا بیاد حتما توی متنش متن باید بهش اشاره بکنید مثلا اینجا result and discussion مثلا اینجا نوشتم اسکیم 2A بعد اینجا اسکیم 2B و بعدش این اسکیم اومده نیاید اینو قبل از متن بیارید این هم یه نکته که مد نظرتون باشه مورد بعدی اینه که سعی کنید شکلاتون ساده باشه و تو د پوینت باشه دقیقا اون موضوع رو که میخواین منتقل کنید رو نشون بده این دو تا شکل رو اگه نگاه بکنید برای مقایسه هر دوشون یه چیزی دارن میگن ولی سمت راستی واقعا ساده تر و تو ده پوینتره. سمت چپ اصلا معلوم نیست من کجا رو باید نگاه کنم از کجا شروع میشه و چی به چیه ولی سمت راست شما میدونید که از TLR اون بالا نگاه میکنید میایید پایین و میری سمت راست خیلی مشخص و تمیز اگه بخوام یه مثال دیگه براتون بزنم فرض کنید از میدون راهن تا تجریش رو میخوام به شما بگن که برید خب کدوم یکی از این دو تا شکل برای شما ساده تره مشخصا اونی که سمت راسته خیلی شفاف و مشخص نشون داده که چی کار باید بکنید اگه سمت چپی رو بهتون بدن اصلا مشخص نیست چی به چیه کلی داده اونجا هست که اصلا نیاز نداری شما بدونید که اون داده چیه اسم اون خیابونای که مهم نیست رو دلیل نداره که اونجا نوشته شده باشه میخواستم این مثال رو نشونتون بدم برای که فقط نشون بدم که ساده بودن و اینکه مشخصا شما اون مطلبی رو که میخواید ارائه بدین رو نشون بدید چقدر تاثیر داره روی اون کسی که داره مقاله شما رو میخونه بازم یه مثال دیگه این هم از همون سایت biorender.com گرفتم و میتونید ببینید که مثال سمت راستیه واقعا ساده تر و تمیزتر از مثال سمت چپه مورد بعدی اینه که حتما حتما به ترتیب و اون طرز قرار گرفتن عکس ها توی مقالتون دقت کنید مدل های خیلی مختلفی هم هست غیر از این شیشتایی که من اینجا نوشتم ولی میخوام یه سری مثال در مورد این شیشتا بهتون نشون بدم که ببینید چطوری میشه اینا رو مثلا توی مقالمون اگه تعداد شکل های زیادی داریم نشون بدیم مورد اول مثلا شما اینجا داریم میبینید سه تا عکسه که این سه رو به صورت خط مستقیم نشون دادن این در واقع منظورمون از کامپوزیشن یا قرار گرفتن تعداد عکس ها کنار هم اینه که چشم بتونه یه خط سیر مشخصی رو طی بکنه و اینو ببینه نه اینکه گیج بشه الان ندونه کجا رو باید نگاه کنه حالا ممکنه از چپ به راست یا راست به چپ این شکل رو راحت ببینه و متوجه بشه یا ممکنه از بالا به پایین شما شکلاتون رو بچینید توی یه دونه از فیگوراتون. یا ممکنه به صورت یک دایره باشه حالا من برای این نتونستم مثال پیدا بکنم یا ممکنه به صورت حالت مارپیچ باشه شما یک دارید مثلا یه سری واکنش رو نشون میدید یا یک فلوچارتی رو دارید نشون میدید یه فرایندی رو دارید نشون میدید حالا از این بازی مثال دیگه هم آوردم براتون یا اینکه ممکنه به صورت یه حالت ویمانند باشه که شما یه چیزی رو میخواید تق... تقسیم بکنید به چیزهای مختلف یا ممکنه همین حالت ویمانند از بالا به پایین باشه پس این مدل که حالا اینجا دارم بهتون نشون میدم چندی مورد که ببینید حرکت چش وقتی دارید یک شکل رو نشون میدید به این دقت بکنید که وقتی اینو یکی داره میبینه از کجا باید شروع کنه به کجا بره حالت اینکه گیچن نباشه مورد بعدی که میخوام صحبت کنم راجبش در مورد کانترسته ببینید دوتا شکل رو من اینجا دارم به شما نشون میدم توی سمت چپیه همه اون مواردی که نشون داده شدن به صورت سیاهه سمت راستیه به صورت سیاه سفیده اگر این شکلا رو این دوتا رو هر دو رو بیاین کوچیک بکنید سمت راستیه خیلی راحت تر شما میتونید پوینت ها رو ببینید و این نمیدار توی خوندن مقاله وقتی طرف میخواد ترندایی رو مشخص بکنه برای خودش راحت تر اتفاق میفته تا سمت چپیه چون شکل سمت چپ اگه کوچیک شه تمام اون بولت پوینت ها این هم دیده میشن در واقع باید خیلی طرف دقت بکنه که بفهمه الان این شیش زلیه یا دایره است ولی سمت راستی به این صورت نیست سعی کنید این کانترست ها رو خوب رعایت بکنید یا اگه میخواین رنگ استفاده کنید توی شکلاتون سعی کنید از رنگ های استفاده کنید که کانترست خوبی دارن الان سمت راست واقعا شما این کانترست خیلی خوب میبینید ولی سمت چپ اون کانترست خوب رو آدم نمیبینه نمیتونه دقیق متوجه بشه که اون ترندی که داره دنبال میکنه کجاست سعی کنید از اون رنگ‌های پر رنگ و مشخص استفاده بکنید مورد بعدی که حتما برای معادله هایی که توی مقالتون هم دارید یک شماره در نظر بگیرید که اون شماره رو بتونید راحت توی متن بهش ارجاع بدید مورد بعدی این که توی که دارید نشون میدین سعی کنید از این 3D افکت ها استفاده نکنید به نظر من همون سادگی از همه چی بهتره اینکه الان بین این ستایی که به شما نشون دادم اونی که سمت چپه واقعا خیلی تمیز و مشخص داره نشون میده که چی به چیه خیلی دنبال این نباشید که یه چیزی رو بخواین مثلا متفاوت نشون بدین نه شما میخواین یک مفهومی رو منتقل کنید به اون خواننده و اون خواننده با این نوع از چارت آشنایی داره و کاملا متوجه میشه خیلی دنبال یه چیز 3D افکت مشخصه که مثلا متفاوت بخوام مثلا ارائه بدم پرزنتیشن اما نباشید همون سادگی از همه چی بهتره و مورد آخر میخوام در مورد جدول حرف بزنم یعنی جدول هایی که تو مقالتون میارید سعی کنید جدول های با کیفیت و تمیزی باشه الان سه تا جدولی که شما سمت چپ میبینید رو مقایسه کنید با جدولی که سمت راسته هر دوشون یه داده رو دارن گزارش میکنن ولی جدولی که سمت راسته بسیار حرفی تر از سه تا جدول سمت چپه توی این اسلاید های از این به بعد میخوام بهتون بگم که چطور اون جد، سه تا جدول رو من تبدیل کردم به این جدول و مراحل این رو براتون توضیح بدم 20 مرحله رو من برای شما نوشتم که هر موقع شما یه جدولی داشتین و اینو میخواین تبدیل بکنید به یه جدول حرفه ای این موارد رو حتما رعایت بکنید تا جدولتون خوب به نظر برسه حالا میریم تک تک این موارد رو با مثال بهتون نشون میدم مورد اول این که سعی کنید اگر امکان داره براتون از شکل استفاده کنید و نه از جدول چون همونطوری گفتم شکل خیلی تمیزتر میتونه مفهوم رو منتقل کنه این اینجا بگم که این جدلی که دارید اینجا میبینید در واقع مرتبط با همون مثال سیب دو رنگ معروفه که خودم همینجوری درست کردم یه سری عدد مدد علکی زدم توش و ویتامین دی، ویتامین C و ویتامین ای رو توی پنج تا آزمایش مختلف توی یه دمای مشخص و با قلیزت نمک مختلف مثلا نوشتم اصلا ممکنه یه همچین آزمایشی وجود خارجی هم نداشته باشه ولی فقط برای نشون دادن اینکه چطور اینو بشه تبدیلش کرد به جدول حرفه گفتم یه مثال بزنم که حالا مرتبط هم باشه مرحله بعد اگر براتون امکان داره شما جدولاتون رو با هم دیگه ادغام بکنید حالا من این سه جدول رو اومدم یکی کردم با هم دیگه پس این اگر امکان پذیره بعضی موقع هایی ما داریم که مشخصاً به هم دیگه ارتباط دارن و اینا رو میشه یکی کرد اگه امکان داره این کارو بکنید مرحله بعد رنگ اگر رنگ استفاده کردین توی جدولاتون ممکنه مثلا موقعی که دارین دیتا کالکشن انجام میدین و آزمایش رو انجام میدید هر رنگی برای شما یه مفهوم خاصی داره اون رو انجام بدید هیچ شرادی نداره ولی موقعی که می‌خواین ریپورت بکنید برای مقالتون اون رو سعی کنید حذف بکنید مرحله بعد این خطای عمودی که دارین توی جدول می‌بینید اینا رو به نظر من پاک کنید اینا دار جالب نیست به صورت حرفی نشون داده نمیشه. مورد بعد این رنگایی که توی سل‌های مختلف جدولتون هست به نظرم اینا رو هم کلن پاک کنید بذارید همون حالت سفید باشه. مورد بعد این کادر دور جدول ماست. این کادر هم به نظر من جالب نیست این کادر رو هم پاک میکنید مورد بعد هر چیزی که به صورت بولد یا ایتالیک نوشته شده الان توی این جدول میبینید که این تایتل ها اینا به صورت ایتالیک نوشته شده و بولد هم شدن کلا سعی کنید توی استفاده از چیزی که بولد یا ایتالیکه یه مدار حساسیت به خرج بدی و علکی شما توجه چشم رو میخواییم به سمت چیزی ببرید که اهمیتی نداره این کار نکنید پس هر چیزی به صورت بولد یا ایتالیک هست رو حالت عادی برمیگردونید مرحله بعد سایز فونتی که استفاده میکنید یکی باشه حالا اینجا توی این جدول این ویتامین دی که اینجا نوشته شده ویتامین سی اینا سایزشون بیشتر از بقیه موارده پس این هم یکی میکنید حالا اینجا یکی شدن بریم مرحله بعد اگر متنی توی جدولتون هست اونا رو همه رو چپچین بکنید حالا اینجا ویتامین D اینا ویتامین سی همه به صورت وسط چینه توی سمت راست همه اینا چپ چین شده پس اینا رو چپ چین میکنید میریم اسلاید بعدی توی این مرحله اعدادتون رو راست چین میکنید شما هر موقع عددی توی جدولتون دارید این اعداد باید به صورت راست چین باشه مثلا اینجا اگه نگاه کنید برای سالت کانسنتریشن این اعداد همه وسط چین هستن ولی اینجا اگه نگاه کنید همه رو راست چین مرحله بعد تایتل دیتاتون رو با استفاده از اون چیزی که دارن گزارش میکنن مرتب کنید مثلا الان اینجا سالت کانسنتریشن داده ای رو که داره گزارش میکنه عدده پس خود این سالت کانسنتریشن هم راستشین میکنید اگر برای ویتامین دی فرض کنید من اینجا برای ویتامین دی این بالاش یه چیزی نوشته بودم چون چیزی که داره گزارش میکنه خودش چپچینه اون تایتل بالاش رو هم چپچین میکنید به همین راحتی اینجوری دیگه گیج نمیشین که کی چه موقع راست بکنم چه موقع وسط بکنم مرحله بعد تغییر سایز ستونه ببینید الان اگه سمت چپ بالا اینو نگاه بکنیم مثلا این ویتامین دی دی اومده پایین یا مثلا سالت کانسنتریشن با این درصدی که نوشته شده اینا مثلا توی یک خط نیستش پس میای این سایز اینو رو بزرگتر میکنید که همه اینا توی یک خط جا بشن پس اینا مرحله بعد توی مرحله بعد میان چی کار میکنید چیزی اگر تکرار شده اونو حس میکنید و یه کپشن تمیز می نویسید بین الان من اینجا کلی ویتامین دی رو تکرار کردم ویتامین سی رو تکرار کردم ویتامین ای رو هم به همین صورت یا مثلا سالت کانسنتریشن اینجا, اینجا 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 تکرار شده آزمایش یک سه بار تکرار شده همینطور تا آزمایش 5 یا مثلا دمای واکنش همشون 25 درجه بوده واقعا نیازی نیست من برای همه اینا بنویسم پس میام چیکار میکنم کلا این ستون 25 درجه رو پاک میکنم میام توی کپشن مینویسم 25 درجه و تمام این چیزای اضافی هم که تکرار شده رو حذف میکنم فقط همون یه مورد برای هر ستون یه مورد کافی که اون بالا نوشته شده باشه و ویتامین دیارم فقط یه بار میام مینویسم ویتامین دی که این مشخصه که این ویتامینی که یک بار نوشتم برای همه این موارد هستش مورد بعدی یه مدار وایت اسپیس یا همون فضای سفید میام توی جدولم قرار میدم که خوندنش رو راحت‌تر بکنه اگه نگاه کنی الان بین ویتامین دی و ویتامین سی یه فضای اگه من قرار بدم به این صورتی که داری سمت راست میبینید خوندنش رو یه مدار راحت‌تر میکنه مرحله بعد میزان دقت اعدادی که گزارش شده رو سعی کنید مثل همدیگی باشه اگه نگاه کنید توی این آزمایش شماره 5 مثلا اینو تا چهار رقم اشار گزارش کرده اینو تا دو رقم اینو تا سه رقم سعی کنید همه اینا توی میزان دقتشون مثل هم باشه که حالا اینجا اومدیم همه رو یکی کردیم تا دو رقم اشار مرحله بعد اگر امکان داره براتون اعداد رو رند بکنید بعضی موقع ما یک سری گزارش ها میگیریم مثلا ریپورت نوشته شده و میزان دقتش اگه مثلا تا یه رقم اشار هم باشه اوکیه تا دو رقم مثلا اوکیه ولی مثلا ما میایم تا چهار رقم اینو گزارش میکنیم مثلا اینجا الان ما تا دو رقم گزارش کردیم ممکنه تا یه رقم گزارش هم بکنیم کافی باشه که من همه این اعداد رو تا یه رقم اشار روندش کردم خیلی راحت اینو تو اکسل میشه انجام داد اگه امکان داره هنوزم دقت بکنید ببینید یه جایی ممکنه بتونید روند بکنید مثلا سالت کانسنتریشن اینجا اگه شما دقت بکنید خوندن این اعداد یه مقدار شاید سخت باشه چون تا چهار رقم اشار نوشته شده من اگه بیا همه اینا رو ضرب در ده توان 4 بکنم میشه به این صورت حالا به نظر خودتون سالت کانسنتریشن رو اگرش اینجوری ببینم مثلا 0 سه 6 9 12 15 بهتر به چشم میاد یا به این صورتی که اینجا نوشته شده فقط کافیه اینو تبدیلش کنید به این بعد میام توی قسمت کپشن یا همون توضیحات فقط اینجا سال کانسنتریشن توی پرانتز می نویسم ضرب در ده به توان 4 اینو مدام میخوام ساده سازی بکنم که جدول تمیزتر به نظر برسه مورد بعدی از فونت دیفالت خود اکسل یا استفاده نکنید سعی کنید حالا یه فونت دیگه استفاده کنید که من اینجا اومدم از فونت همون تایمز استفاده کردم مورد بعدی اینه که حالا میتونید اون چیزی که میخواستین روش تاکید بکنید اگه یه ترند خاصی یه چیز خاصی میتونید حالا یه با یه رنگ دیگه اونو برگردونید ولی اینم دقت بکنید کلا توی این که شما تاکیدتون رو چیه و اونو میخوایم با یه رنگ دیگه نشون بدین دقت کنید فقط چیزایی که خیلی 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 مهم هست رو این کارو بکنید و میخواین راجبش صحبت بکنید نه مثلا مثل الان این مثالی که در اینجا میبینید بگید من فقط چیزهای مهم رو میخوام نشون بدم بعد برگردید ببینید همه رو مثلا یه رنگی کردید پس این مد نظرتون باشه که در استفاده از رنگ مدار وسواس به خرج بدین که بدونید دقیقا اون چیزهایی که مهمه رو این کار بکنید پس من الان به شما 20 مرحله نشون دادم که هر موقع میخواین جدولتون رو ریپورت بکنید تو مقاله از خودتون این 20 تا سوال رو بپرسین و بر اساس اون بیاین جدولتون رو تنظیم بکنید که یه حالت حرفه ای خودش بگیره بازم تاکید میکنم اگه شکل جدول نمودار هر چیزی میخواین ریپورت بکنید سعی کنید به ساده ترین حالت ممکن باشه اون پیامی که میخواید منتقل بکنید و مد نظرتون بگیرید و بر اساس اون پیام بیاید اونو دیزاین بکنید جوری که به سادگی این حرفتون منتقل بشه یه مورد خیلی مهم هم که هست اینه که هر موقع میخواین شکلی توی قسمت ریزالت اندیسکاشن بیارید و حتی قسمت ریزالت اندیسکاشنتون رو شروع کنید به نوشتن حتما حتما قسمت راهنمای نویسندگان اون ژورنالی که میخواین مقالتون رو بفرستین رو بخونید اونجا معمولا یک سری چیزا نوشته شده در مورد ممکنه سایز چارتاتون یا عکساتون یا یه سری موارد ریز حتما اونو بخونید که متوجه بشید که دارید بر اساس اون این کار رو انجام میدید پس توی این ویدیو ما راجع به ریزالت اند دیسکشن صحبت کردیم و بعدش مثال معروف خودمون آوردیم اون سیب دو و گفتیم ریزالت اند دیسکشنو رو چطور میشه واسه این نوشت و بعد راجع به روش های مختلف ارائه دیتا صحبت کردیم مثلا گفتیم گرافیک چیه اسکیم تیبل ان چارت و فیگر رو گفتیم و بعدش اومدیم یه سری نکات ریز گفتیم که چطور اینا رو ما میتونیم بهتر ارائه بدیم توی ویدیو بعدی من میام درباره قسمت متد و ساپلیمنتری دیتا راجع به این دوتا صحبت میکنم که یه وارد جزئیاتش میشیم مثل دقیقا همین صحبتی که ما توی این ویدیو کردیم پس تا ویدیو بعد.